خانواده رحیمی هستم، کارشناس ارشد امنیت ملی و دیپلماسی فرهنگی از اندیشکده اورشلیم. خوشحالم که دفعه اول با ایشون روی برنامه تلویزیون البته گفتگو دارم. در قبل از تلویزیون ما گفتگوی بسیار زیادی داشتیم که در رسانه ها پخش شد. آقای رحیمی بسیار خوش آمدید به برنامه. خیلی خوشبختم جدان. به حال آنچه که درباره کرونا گفتید جدان قابل بحث هستش و اینی که راه دیگری و راهکار دیگری برای سردرگمی مردم و از برای سرکوب مردمی یافتن و این راه کرونا آسان‌ترین راه است. با تماس‌هایی که من در حال حاضر با ایران داشتم در این هفته و آنچه که به حال شایع شده از نظر کرونا نه فقط در ایران، یعنی که صحبت از چین هست و کشورهای خاوره دور، بحث برانگیزه. برای اینکه یک مسئله که مطرح میشه، ما میدونیم که چینی ها هر جانوری که باشه اون رو میخورن، از موش صحرایی گرفته تا جوجه تیغی، از میگو گرفته تا سوسک و مورچو، هر آنچه که خرچنگ و قورباغه و غیره و اینها. یک، یعنی که بحث بر اینه که آیا فقط این از خفاش آمده یا اینی که اصلا وجود داشته، یا یعنی که این به هر حال به چه گونه داره پخش میشه در دنیا. دو، مسئله که مهمی که من با اینان در تماس بودم با جوانان بر این بود که ایران در از پروازهایی که از چین به ایران بوده رو قطع نکرده بوده، که برنامه هایی که از طریق ماهان بوده، یعنی که تا چند اندازه اینها دنبال این بودن که برحال این رو به گونه بیان بیماری رو پخش بکنن در ایران. سه، جالب بر این بود که این جوانان میگفتن که به هر حال اینو باید در نظر بگیرید که مشارکت افرادی که برای انتخابات مجلس یا شورای ملی اسلامی آمدند و شراکت داشتند صحبت از 42% بوده و این جوانان میگفتن نه، خیلی کمتر از این بوده، حتی 22% بوده و جدن مردم تحریم کردن این انتخابات رو. از این رو آنچه که ما در حال حاضر داریم در اصل یه راهکار دیگری هستش که همینطور که شما فرمودید از نقطه نظر اینه که تا چند از مردم رو نه فقط از طریق زلزله‌ای که آمده بود و آنچه که سیلی که در خوزستان آمده بود، بلکه از این طریق نیز بیان و مردم رو سردرگم بکنن و سرکوب مردمی رو ادامه بدن. بعد جدن باید دست به دست یکدیگر بدن و تا وقتی که دیر نشده، تا اینکه دیر نشده بتونن رستاخیز ملی رو برای رهایی از این نظام اشغالگر بتونم به پیش ببرم.